چند نکته طب اسلامی اما مهم. سبحان الله، نصیحتی که دانشمندان در قرن 21 به آن رسیدند، پیامبر گرامی اسلام 14 قرن پیش مطرح نموده است. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. چراغ خاموش بخوابید. برای افرادی که از خوابیدن در تاریکی شب وحشت دارند، روشن گذاشتن چراغ خواب به نظر بهترین راه برای خوابیدن است، اما به مضرات آن هم باید توجه داشت. پژوهشگران معتقدند وجود نور مصنوعی هنگام خواب شب می تواند صدمات جبران ناپذیری را به بدن انسان وارد کند، از جمله 1. با کاهش ترشح هورمون ملاتونین موجب تضعیف سامانه ایمنی بدن می شود. 2. خطر ابتلا به سرطان پروستات را در مردان افزایش می دهد. 3. خطر ابتلا به سرطان سینه را در زنان افزایش می دهد. 4. احتمال ضعف بینایی در کودکانی که عادت به خوابیدن در اتاق روشن دارند 5 برابر کودکان و نوزادانی است که در تاریکی مطلق می خوابند. 5. روشن ماندن چراغ ها در طول خواب بر روی فعالیت فیزیولوژیکی مغز در انسان تأثیر می گذارد و منجر به ایجاد اضطراب و در نهایت چاقی می شود. 6. همچنین موجب می شود که سلول ها استراحت کافی نداشته باشند و در نتیجه موجب اختلال در نظم بدن شده و موجبات برخی بیماری ها را فراهم آورده و پس از برخاستن از خواب هم باز شخص احساس خستگی و کوفتگی می کند. سبحان الله، نصیحتی که دانشمندان در قرن 21 به آن رسیدند، پیامبر گرامی اسلام 14 قرن پیش مطرح نموده است. پیامبر اکرم می‌فرمایند وقتی می‌خوابید چراغ‌هایتان را خاموش کنید و راست گفته خداوند متعال که شب یعنی تاریکی را موجب آرامش شما قرار دادیم. ماست و نحوه استفاده از آن. امروزه در اکثر سفره‌های ما ماست همراه غذا مصرف می‌شود و متاسفانه مردمان امروزی مانند دیگر رسوم غلط متعارف بدون آنکه تدابیر مربوطه را رعایت نمایند و از خوب و بد بودن آن آگاه باشند آن را مصرف می کنند و کودکان خود را نیز به خوردن آن تشویق و آنان را نیز به این رویه اشتباه عادت می دهند و ناخواسته به مرور زمان بر بیماری ها و مشکلات خود و خانواده هایشان می افزایند و هرگز نمی فهمند که چوب ندانم کاری های خود را می خورند. باید بدانید که خوردن ماست همراه با غذا توصیه نمی شود، چرا که خلطی که با خوردن ماست همراه غذاهای پختنی مخصوصا غذاهای گوشتی تولید می شود خلطی سالم نمی باشد. ماست را در قدیم الایام همراه غذا نمی خوردند، بلکه به صورت میان وعده مصرف می کردند. داخل ماست گردو، کشمش، بادام زمینی، پسته و یا فندق را می ریختند و به صورت عصرانه یا چاشت به عنوان میان وعده میل می کردند. با این کار اولا اثر بدی که ماست خورده شده با غذا در تولید خلط سالم دارد از بین می رود، چرا که با یک فاصله از غذا مصرف می گردد. ثانیاً سردی ماست نیز گرفته می شود. برای بچه ها و سالمندان خوردن ماست با مصلحات توصیه می گردد.
خوردن ماست با سرکه یعنی ترشیجات یا آب لیمو در دراز مدت باعث لکهای پوستی می شود. خوردن ماست با ماهی آن هم در یک شب زمستانی با توجه به اینکه هر دوی این مواد غذایی سرد هستند و طبیعت زمستان و شب نیز هر دو سرد می باشند، افراد مخصوصا سالمندان که طبیعت سنی آنان نیز سرد است در هنگام خواب که آن هم دارای طبیعت سرد است مستعد یک سکته مغزی می کنند و برگ دیگری به نام مرگ از ناآگاهی های ما در دفتر روزگار ورق می خورد. مضرات آب یخ. هنگام نوشیدن آب یخ اختلالات ناگهانی در بدن ایجاد می شود، از جمله فعال سازی تولید نزله یا خلط در بدن که باعث تولید امراض زیادی می شود. دوم اینکه آب یخ باعث خراب شدن سلول های کبدی و ایجاد کبد چرب می شود. سوم، آب یخ باعث فزونی خلط بلغم در خون می شود و آن نیز عوارض خاص خودش را دارد. و چهارم، با نوشیدن ناگهانی آب یخ تشنگی چند برابر شده و املاح بدنمان از طریق عرق و ادرار دفع خواهد شد و دچار ضعف و ناتوانی خواهیم شد. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.